بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع محبت راز معنویت، تهران، مسجد امام صادق علیه السلام، ماه مبارک رمضان، جلسه نهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ممکنه بسیاری از بخشهای معارف دینی اینقدر نقد لذتش رو به انسان نچشونه و نرسونه. خیلی از احکام، خیلی از دستورات دین، خیلی از ابعاد مختلف معارف، اینها بالاخره در دراز مدت شیرینی، فائده و نتیجه خودشون رو به انسان میرسونن. طبیعی هم هست اگر خیلی فوری میخواست احکام دینی آثار خودش رو نشون بده، مردم خیلی کاسبکارانه تر با احکام دین برخورد میکردن. طبیعی است دعاها وقتی مستجاب میشه با یه پیچیدگی هایی، با یک فاصله هایی برای انسان نتیجه میده. آثار نماز، آثار عبادات، نماز شب کسی به خونه برای سلامتیش مفید خواهد بود، خب چگونه؟ خیلی پیچیده است. خیلی از احکام دین مستقیما برای همین دنیا آثار زیادی داره، ولی معمولا این آثار با پیچیدگی تحقق پیدا می کنن و معمولا در دراز مدت محقق می شن. خوب هم هست، خوبیش اینه که بالاخره اهلشو پیدا می کنه. اگر آدم ها تا شب می رفتن هیئت، صبح تو حسابشون مثلا این مقدار ریال پول می دیدن، دیگه خب معلوم می شد دیگه هیئت، شاید شما دیگه نمی اومدید، کسان دیگه می اومدن، یعنی قصه کاملا جا به جایی صورت شاید می گرفت. ولی در بین معارف و احکام دین، احکام که میگیم اهم از همه توصیه های دینی، بحث محبت بحثی است که واقعا نقد تر از دیگر موضوعات اثر خودش رو به قلب انسان میرسونه و میچشونه. واقعا دوست داشتن، قدرت دوست داشتن شدید انقدر لذت بخشه برای انسان، انسان دیگه دنبال هیچ فایده دیگه نمیگرده. و اینکه خیلی ها دنبال خیلی از فائده ها میگردن فقط به دلیل اینه که عاشق نیستن. دنیا خیلی پست و بی ارزشه. ولی اینو کی میفهمه؟ اون کسی که لذت محبت رو چشیده. بقیه به زورم نمیتونید شما این حرف و حالیشون بکنید، یعنی به هر زوری، هر زور هر منطقی. خیلی از عیبها هست، ماها خیلی محال یا سخت میدونیم از این عیبها نجات پیدا بکنیم، در حالی که اگر محبت باشه اصلا پدید اومدن این عیبها محال و سخته. از یک عارفی پرسیدن که چجوری میشه ریا نکرد؟ یک کمی تأمل کرد، گفت چجوری میشه ریا کرد؟ یعنی هرچی فکر کردی نمیشه ریا کرد. از سؤال او تعجب کرده بود. واقعش اینه که ما کمبود محبت هامون تبدیل میشه به گناه هامون. کم بوده محبت ها، حالا هر جورش، هم به همون محبت نمیشه، هم ما عاشق نیستیم، هم معشوق نیستیم، هم عاشق نیستیم، هر دوش، چون انسان هم معشوق هم عاشق، هر دوش هست. حالا ما انشالله تو بحث محبت بریم جلو، باید بگیم که اگر کسی گفت اهل محبت هستی یا نه، ازش بپرسیم که از چه جهت اهل محبت هستیم یا نه، محبوبیم یا محبیم، عاشقیم یا معشوقیم، هر دوش مورد نیاز انسان هست. حالا انشالله بازم بریم جلوتر این مختصات رو بیشتر خواهیم دید. کسی اهل محبت باشه عیباش پاک میشه و این عیبهایی که ما داریم، حالا شما عیب ندارید یا کمتر احیانا هست، سطحتون بالاست، بنده خیلی بیشتر درگیرم با عیبها، اینا همش ناشی از عدم محبته. آدم گرم بشه وجودش به محبت،
اصلا با عیب تناسبی نداره وجود انسان، روح انسان. خواهش میکنم اینو تو محاسبه نفس ها بیارید. دکترها و پزشکای جدید میگن اگر ویتامین C بدنت کافی باشه، مثلا عرض میکنم بدنت سرما نمیخوره، ضعیف باشی ویروس ها کارگر میفتن و ویروس همه جا هست. ولی چرا خیلی ها مریض نمیشن؟ بنیه بدنی قوی تری داره. دکترهای قدیمی تر میگن اگر وجودت بدنت گرم باشه، گرمی بخوری، سردی نخوری، سرما نمیخوری و خیلی از امراض نمیان سراغت. حالا به هر تقدیر و به هر ترتیب بخوایم نگاه بکنیم، روح دقیقا همین حکم داره. اگر کسی اهل محبت باشه وجودش گرم میشه و نیازی به گناه نمیبینه. امیرالمؤمنین فرمود ما نهى الله سبحانه عن شيء الا واغنا عنه. خدا از چیزی نهی نکرده مگر اینکه انسان رو نسبت به اون بی‌نیاز کرده. پس چرا من خودم رو نیازمند میبینم؟ رفقا ما خودمون رو نیازمند محبت میبینیم، اونو گیر نمیاریم به بقیه گیر میدیم. نمیشه مثال زد، خیلی مثال سخت گیر میاد. ما این مثال رو یادمونه از شاید 20 سال 25 سال 30 سال پیش میزدیم تا الان، چون اتفاقش همون 35 6 سال پیش افتاده برای ما. خیلی برای من جالب این مثال. حالا مثال های دیگه هم میشه پیدا کرد، شما پیدا کنید به من بدید این مثال ها رو، من دستم پر باشه از مثال های قشنگ. یه جوونی بود، نوجوونی بود، تو کوچه ما یه محله زندگی میکردیم جنوب شهر رو، خیلی عصبی مزاج و بدخلق و خیلی با دیگران بد برخورد میکرد. حالا عصبی مزاج بود یا به دلایل دیگه بد برخورد میکرد، به این سادگی کسی دربارش خطایی میکرد نمیبخشید و همه میشناختنش. این تا نزنه لتو پار نکنه. بچه ها خودشون جمع میکردن کوچولوترها تو کوچه، تقریبا همسن و سال ما بود، شاید مثلا یکی دو سال هم اما بزرگتر بود. یه روز من دیدم که ایشون با کت شلوار دامادی و بالاخره پلوخوری خودش داره میاد با نامزدش، و یا نامزدش بود یا خانومش بود، بالاخره تازه ازدواج کرده بودن، تو چه مرحله از ماه عسل بودن نمیدونم. بعد بچه هم توپ بازی میکردن، این توپ آلوده به مثلا آب و لجن کوچه رو یه دفعه زدن و خورد به کت این آقا. ما یه دفعه حواسمون جمع شد که اوه زدی به لباس پلوخوری فلانی، اونم جلو عروس خانوم. علی رغم انتظار همه که یک سکوت مرگباری تو کوچه یه دفعه حکم فرما شد، این نوک انگشتاشو زد به شلوارش با اینکه کثیف هم شده بود، گویا نداره بچه‌ها بازیتون رو بکنی. بله به عشقش رسیده بود دیگه، دعوا برای چی بکنه. زدن مهم نی، مهم این عزیز ماست که در کنار ماست و بله اصلا یه همه عالم و آب ببره. یعنی واقعا یه صحنه ای بود این صحنه. خب نمونه های خیلی زیادی رو میشه گفت. محبت وجود انسان رو اشباع میکنه نسبت به همه نیازها. اصلا آدم از نیازهاش میگذره، نیازهاش عمده نمیشه. اون تو کدوم محبت این کارو میکنه داریم مختصاتشو میگیم دیگه. محبتی با آدم حسابی این کار رو انجام میده که مختصاتی داشته باشه، شدید باشه، همیشگی باشه، روبه زیاد شدن باشه، و الا خب آدم صدمه میخوره. اصلا این حرفای من تو این شبها میتونید بگید دینی نیست. خب من چیکار کنم؟ مصداقش خداست، اون تقصیر من نیست. ما داریم انسانی با هم صحبت میکنیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرماید اینایی که مقابل مسائل عرفانی موضع میگیرن، اینا راه انسانیت رو میبندن. خیلی تعبیر دقیقی حضرت امام دارن، چون میدونید یه پایه عرفان خودشناسیه دیگه. تو خودتو بشناس، خودت فکر میکنی چجوریه. فطرت استاد عرفان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مرحوم شاه آبادی بودن که از امام مدام می‌فرمودن روحی له الفدا، جان من به فدای او باد. خیلی احترام به ایشون می‌گذاشتن. بعد ایشون
مشهور شدن، در یک کتابی هم براشون چاپ شده، فیلسوف فطرت. اصلا انگار پروژه علمی خاص ایشون در مباحث فلسفی و عرفانی فطرته. امام هم به همین دلیل تونست انقلاب بکنه و رهبری بکنه جهان رو. امام ایران رو رهبری نکرد فقط، شما آثار رهبری امام رو الان دارید تو منطقه و جهان میبینید. اصلا امام رهبر محدود به ایران نبود، به دلیل اینکه با فطرت انسان ها آشنا بود، با فطرت انسان کار میکرد و اون راهی هم که برای شناختن فطرت انسان ها هست میدونید دیگه، هر کی خودش رو بشناسه همه رو میشناسه، هر کی خودش رو نشناسه کسی رو نمیشناسه، باید هم رو خودش کار کنه تا همه رو بشناسه. خب حالا امام هم کار کرده بود حسابی و اساسی روی این موضوع، یک عارف کامل بود. دوستان من میخوام شما زیاد معطل نشید، ما دنبال این نیستیم که بله یک مغازه هایی باز بکنیم بگیم این مغازه ها همیشه باید دائر باشه، مغازه های سخنرانی باید همیشه ما حرف داشته باشیم و مردم خودشون رو محتاج این حرفا ببینن. نه اصلا این حرف صحیح نیست. چرا مجلس ذکر خوبه؟ آقا ما یه مطالبی رو میدونیم، میخوایم دور هم بشینیم یاداوری کنیم صفا کنیم، مجلس ذکر لازمه، ارتعو فی ریاض الجنه. اما مجلس علم یه بخشی از آگاهی ها رو آدم یه بار میگیره تموم میشه دیگه. البته علم ادامه داره، ولی نه آگاهی های ابتدایی رو هی آدم هر روز بگه به خودش، آگاهی های ابتدایی رو هی آدم دور بزنه سر جای اول، بعد ببینه جامعه این آگاهی های ابتدایی رو هنوز براش جا نیفتاده. یکی از آگاهی های واقعا ابتدایی، واقعا ابتدایی این استش که اگر کسی اهل محبت باشه، این دیگه به گناه، به معصیت، به خطا احساس نیاز نمی کنه. نیاز نداره. خیلی بزرگوارانه با مسائل پست دنیا برخورد میکنه، روحش خراب نمیشه. کمبود محبت رفقا هلاک میکنه آدمو، آدمو عقده‌ای بار میاره. اون حرفی که زدن تحت عنوان عقده ادیب، حضرت آیت الله مصباح میفرماد حالا اصل قصه عقده شدن بعضی چیزا در روح انسان یه حرف درستیه، اون تا حالا او میگه عقده جنسی پایه همه انگیزه هاست، او ثابت نشده است از نظر علوم تجربی و از نظر علوم عقلانی هم حرف غلطیه که هیچ بذاریمش کنار. ولی اصل عقده چیز بدی نیست. آدم یه کمبودی داره، بعد سر یه چیز دیگه داره خالی میکنه، یه کمبودی داره یه جای دیگه صداش در میاد، یه اعتراض دیگه میکنه، یه سر رایجه. طرف یه جایی ناراحته، میاد خونه میگه اینو چرا اینجا گذاشتی؟ حاجی داد میزنی؟ مگه اینو اینجا گذاشتن اینقدر داد و بیداد داره؟ میگه آره دیگه، این بی‌نظمی آخه چیه؟ ببین تو یه جای دیگه ناراحتی، ناراحتی داری، ولی اینقدر داد نداره. طرف یه جای دیگه کم بود داره، یه سری موضوعات رو یه دفعه تو زندگیش مهم میبینه، بعد مهم دید دیگه بیچاره میشه دیگه. کسی کم بوده محبت نداشته باشه، خب به مقام نداره. مقام چی چیه؟ مردشون مقام ببرن. مقام چیه؟ گفتن اسکندر مقدونی یا که بود که آمد جلوی اون عارف ابراهیم ادهم بود یا که بود، گفتن این خیلی عارف بزرگواریه ها، باش باش گپی بزن، به درویشی ظاهرش نگاه نکن. گفت خب سلام، ما که هستیم؟ گفت خب باش، از ما یه چیزی بخواه. تو چیزی نداری، همه مملکت مال ماست. من برگشت گفت برو کنار بذار آفتاب بیاد، همون تعبیری که ما تو فارسی میگیم برو کنار بذار باد بیاد، اون زمان آفتاب مورد نیازش بود، ولی گفت برو کنار بذار باد بیاد. نیاز نداره دوستان من، آدم تقوا رو که نمیتونه شکلک در بیاره که. تقوا یعنی کار خوب به نیت درست خالصانه انجام بدی، دلت اونور جوب باشی، خودت پریده باشی اینور، این تا یه زمانی دوام داره. خدا هم که نمیپسنده. خدا اصلا بشناسیش متوجه میشی که چرا عمل غیر مخلصانه رو نمیپذیره. خدا رو بشناسی متوجه میشی که چرا 6000 سال نماز شیطان رو
به یه معصیت انداخت سطل آشغال، برو گم شو، رجیم هستی تو، رجیم یعنی گم شو، برو خدا رو بشناسی. میبینی که چرا یه دفعه یه گناهکار آلوده رو لحظه آخر میبخشه به اوج معنویت میرسونه، عارف شهر خبردار میشه باید بره تشییع جنازه بکنه او رو. اینو من تشییع جنازه کنم؟ بله، ایشون دیشب توبه کرد، خوشم اومد. خدا رو بشناسی از خیلی از رفتاراش تعجب نمی کنی. خب این خدا با محبت براش بندگی نکنی، این فرماند ملائکه من ایشون کی هم؟ چیکار رو میکنه اینجا؟ یه چی میپلکه دیگه؟ بعضی ها علکی خودشون رو میچسبونن، خدا رحم کنه، خدا رحم کنه. بعضی ها علکی خودشون رو میچسبونن، خدا میکندشون، پرتشون میکنه. به طورت طبیعی هم اینا پرت نمیشن اونور. به دست اونایی که علکی خودشون رو میچسبونن، یک جنایت هایی در تاریخ صورت گرفته، جنایتکاراش هم حاضر نیستن این کارا رو بکنن. خدا بدش میاد، این چی علکی خودش رو چسبونده به ما؟ محبت نباشه، اهل محبت نباشیم، عیبامون زیاد میشه. ولی اهل محبت باشیم، عیب برای چی بیاد آخه؟ چیزی نمیخواد آدم. بگردیم اون محبت رو پیدا بکنیم، اون محبتی که ما رو میتونه از عیبها نجات بده. حالا یکی دیگه از ویژگی های این محبت، آدم میخواد عاشق باشه. یکی دیگه از ویژگی های محبت، تا حالا چند تا ویژگی از محبت گفتیم با هم؟ چهار تا گفتیم یا پنج تا؟ پنج تا گفتیم. یکی از ویژگی های این من میتونم ببینم ما الان توی یاد داشته خودم. یکی از ویژگی های این محبت اینه که پریشب عرض کردم باید به نفع تو باشه، محبوب به نفع تو باشه، درسته؟ یه چیز دیگه هم میخوام بگم، اینا حرفای عجیب غریبیه ولی دیگه دنیا رو خدا اینجوری طراحی کرده دیگه، قشنگه، خیلی زیباست، سرگرم کننده است. دیدید اولیاء خدا آدم حسابیا چرا سرگرمی خوششون نمیاد؟ میگن این اسلام سرگرمی نداره مگه؟ چی بهش بگیم؟ ما الان جواب چی بدیم؟ بله؟ آقا اسلام مگه سرگرمی نداره؟ بازی نداره مگه؟ بله بازی که چرس کنه، حرام که نیست. خب چه اینجوری جواب میدی؟ اصلا اسلام کلی برنامه باید داشته باشه برای بازی. والا چی بگم آخه؟ من چی جواب باید بدم الان؟ شما بگو من از طرف شما مسلمان ها اسلام خواه ها چی جواب باید بدم؟ حالا دیگه پیش اومد، بذار تا آخرش بریم یه تیکر رو. نه واقعا اسلام سرگرمی بازی نداره؟ بازی سرگرمی نکنه تو اسلام حرامه؟ نه بابا حرام نیم، میبینی که تلویزیون داره مدام فوتبال پخش میکنه و نمیدونم همه جور سرگرمی هست دیگه. حالا حرامش نیست ولی حلالش هم خیلی زیاده. شل میگی آج آقا، صف بگو اسلام سرگرمی داره. والا من چرس کنم واقع روم نمیشه آخه، چی بگم؟ مگه خجالت داره آدم از سرگرمی صحبت بکنه؟ حالا بذار چند تا مثال بزنم ببینید من چرا نمیتونم جواب بدم با مثال. یا فرضیه ها، خانومه اومده بود مشاوره که من میخوام از شوهرم طلاق بگیرم. چرا؟ میگه دوران نامزدیمونه، دوران ماه عسلمونه، این منو ول میکنه، میشینه با کامپیوتر شروع میکنه بازی کردن. مشاور چی باید بگه؟ ببخشید اگر اون مشاور نعوذ بالله خرف تشریف داشته باشه، میگه خب بازی چه اشکال داره؟ ما مشاور اینجوری نداریم، ما مشاورها میفهمن. میگه بگو اون مردک بیاد اینجا ببینم. تو خجالت نمیکشی خانومتو ول کردی بازی میکنی؟ من بچه ای تو، خب با خانومت نرد عشق بازی کن.
خانومت که هست بشینید با هم بگید بخندید، خوشحال کن خانومتو، بعد خانومت خوشحال شد تو هم خوشحال شو، خوشحال شو از اینکه خوشحال شو. میگه اسلام سرگرمی نداره. والا چرز کنم والا تو اگه از خدا لذت میبردی، غرق محبت خدا بودی، سرگرم خدا بودی، نمیرفتی سراغ سرگرمیه دیگه، خودت نمیرفتی. ما که والا من چه عرض کنم. در روایات داره کسی که حریص بازی سعادتمند نمیشه، بیچاره میکنه خودشو. خب محبت اینا رو جبران میکنه دیگه. ما نداریم، نرفتیم دنبالش، خب بعد اسیر میشیم دیگه، میریم دنبال بازی. بعد میگه بازی آقا اشکال داره در اسلام. والله چه عرض کنم، 20 مرتبه امشب فکر کنم گفتم والله چه عرض کنم، آخه جواب نمیشه داد. والله یه حرفی رو میزنم، ماه رمضون این حرف رو میزنیم، ما تو مسجد هم هست، از نصف شب گذشته الان داره سحر میشه، داریم با هم صحبت میکنیم. اینا رو یه وقت وسط روز نرید به کسی بگید اونم خارج از ماه رمضون، یه وقت دید زدنتون اصلا. ببینید بالاخره سرگرمی که داره، حتی برنامه است برای سرگرمی. روزی 14 مرتبه، روزی 14 مرتبه مؤمن خوب قرآن بخونه، سرگرمی داره، چرا نداره؟ منتها اسباب سرگرمیش فرق میکنه. ممکنه این حرفا رو خیلی شعاری تلقی کنیم، بله بله، فکر نکنیم شعاره، ولی فکر بکنیم باید اینجوری بگیم، یعنی قرآن اینقدر جذابیت داره؟ آخه اونا که دستور بی خود نمیدن، وقتی اینجوری دستور دادن یعنی قرآن اینقدر جذابه، عجب. اینجوری باید بگیم، چرا من جذابیت رو درک نکردم؟ اینجوری باید صحبت کنیم. چرا سرگرمی های دین رو من نفهمیدم هنوز؟ خب شما نفهمیدی هنوز، من چیکارت کنم؟ یکی از سرگرمی های جذاب دین همینجور بحثاست. حالا ببینید، یکی از ویژگی های محبت، محبت خوب این است که عاشق را معشوق قرار بدهد. و سلام نامه تمام. کسی که عاشق شد باید معشوق بشه. یکم روش فکر کنید. کسی که عاشق شد لذت معشوق بودن را هم باید بچشد. یه کمی تو زن و شوهر این چیزا هست دا. ببینید هم هر دو از هم اینا خدا گذاشته برای چی؟ میفرماید ما در ازدواج نشانه خدا رو قرار دادیم. نشانه همینه دیگه. ما مثال زن و شوهری میزنیم، یا مثال دوران ماه عسل میزنیم، یا مثال های این چنینی میزنن اهل معرفت در ادبیات عرفانیشون، به همین دلیل دیگه. انسان اینجوریه، انسانی که دوست داره عاشق باشه گاهی چک میکنه ببینه معشوقم هست. ای نامرد، تو که میخواستی عاشق باشی، عاشق باشه فداشو برو دیگه. میگه من چیکار کنم، خدا منو دو بعدی ساخته. راستش اینه. انسانی که دوست داره عاشق باشه، دوست داره محب باشه، ولی یه دفعه یه گوشه دلش میره چک میکنه میره محبوبم هست. یه محبت خوب باید در شما شوریدگی عشق ایجاد بکند و لذت معشوق بودن. بله، چقدر سرگرم کنند از این بحث، این مفهوم. یکم روش فکر کنیم. در زیارت امین الله، یکی از معتبرترین زیارت ها، عارفانه ترین زیارت های ماست، یکی از عارفانه ترین زیارت های معتبر، اگه ما بخوایم 5 تا زیارت نامه رو در صدر قرار بدیم، حتما یکیشون زیارت امین الله، شاید مثلا اول دومیش باشه، نمیدونم. در این زیارت همون صفحه اول از خدا تقاضا میکنی، خدایا من وجعلنی محبتا لصفوة اولیائک
من رو عاشق اولیاء برجسته خودت قرار بده، محبوبتن فی ارضک و سمائک، و محبوب زمین و آسمان ها، همه عاشق من باشن. ای آقا نگو این حرفا چیه؟ چرا این حرفا چیه؟ من راستش رو میگیم، سند عالی داره این زیارتنامه. خدا تو قرآن میفرماید، میفرماید فرعون انقدر آدم بدی بود وقتی که از دنیا رفت زمین و آسمان براش گریه نکردن. اینجوریه؟ یعنی آدم حسابی از دنیا بره زمین و آسمان گریه میکنن براش؟ بله بله، محبوبه. اهل محبت که باشی هر دوتاشو داری، عاشق و معشوق هستی. من و شما که اگه بفهمیم چقدر خدا ما رو دوست داره که میمیریم، سکته میکنیم، هلاک میشیم، اصلا نمیتونیم، ظرفیتشو نداریم. مثل بچه ها نمیفهمیم، بچه ها نمیفهمن مامان بابا چقدر دوستشون داره، نمیفهمن، نمیتونن انشا بنویسن، نمیتونن توضیح بدن، اجمالا حس میکنن مثل اینکه تو بغل مامان و بابا بس که بهتره، خودشونو وابسته میبینن. ولی میگن، حالا پدر مادرها میگن که تا وقتی خودت پدر نشی مادر نشی نمیفهمی، درسته؟ آقا پسرها که هیچ وقت مادر نمیشن واسه هیچ وقت نمیفهمن مادر بودن یعنی چی. دختر خانم هم هیچ وقت پدر نمیشن پس هیچ وقت پدر بودن رو نمیفهمن. حالا پسرها شاید بفهمن پدر بودن یعنی چی. آقا جون عزیز من، کسی محبوب نباشه عقده ای میشه، دوستت ندارن، زدی چاقوکش شدی، دوست شدی، دوستت ندارن، کسی بهت نگفته من دوستت دارم، خراب میشه دیگه. دنبال جمع کردن مالی و دنبال جمع کردن نمیدونم اعتبار و مقام و ول کن اینا رو، کسی گوش نمیده به این ول کنها. آقا ول کن دنیا رو، گوش نمیده. بچه‌م عقده‌ای شده دیگه، دوستش ندارن، اینجوری شده، هیچکی دوستش نداره. اون وقت وقتی که شما سیر و سلوک کنید در محبوبیت، ببینید پس ما این بحث رو اگه داریم میکنیم، میخوایم اهل محبت باشیم، اهل محبت دو طرف است. محبت خوب کدوم محبته که ما را هم عاشق کند هم معشوق؟ ما چمونه معشوق نباشیم؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. زیبایی های خودتو ببین، خدا دوستت داره. لقد کرمنا بنی آدم، ما انسان رو در بهترین حالت آفریدیم، تو تحسین شده پروردگاری، بعد خدا برات احترام قائله. لقد کرمنا بنی آدم. یا در جای دیگری به پیامبرش میفرماد لست علیهم به مسیطر، تو بر اینها سیطره نداری، اینا رو بذار کن آزاد، خودشون ببینن میفهمن چجوریه، با اشاره باشون حرف بزن، اصلا چرا با تصریح صحبت کنی؟ آدم حسابش کن، بذار ببین خودش میاد، اشاره بگو، بذار خودش بفهمه. خدا دیدی یه مدرسه ای تو عالم درست کرده، زود تنبیه نمی کنه. یه کارخونه درست کرده، ما همه کارمنداشیم داریم کار میکنیم، زود تشویق نمیکنه، زودم تنبیه نمیکنه، میذاره هر کسی بگم هر غلطی دوست داره بکنه تا یه حدی، تا یه حدی. برای چی؟ بذار خودشون آدم هم بذار بفهمن. حسینش میره تو گودی قطرگاه آسمان رو به زمین نمیاره، سب کن، باید خودشون بفهمن. معلوم بلا فاصله اینایی که توی کربلا دارن جنایت میکنن و بکشم و نابود کنم آتیش بگیرن، راه اون رشد آزادانه و انتخاب آگاهانه اینا بسته میشه. این میدونی من چی آفریدم؟ اولیاء خدا زجر کشیدن به خاطر حرمت انسانیت تو.
زیبایی های خودتو ببین، خدا دوستت داره. حرمت مؤمن بالاتر از حرمت خانه کعبه است. تو عزیزی برای خدا. یه نفر گناهکار برمیگرده توبه میکنه، خدا یه حرفایی میزنه. من الان بگم شما میگه آقا بی احترامی کردید به خدا. میفرماد یه نفر گناهکار بیا توبه بکنه چه اتفاقی میفته؟ میفرماد من مانند کسی که زاد و راحله خودشو گم کرده، تشنه ای که آب میخواسته انگار به آب رسیدم، به آذوقم رسیدم. خودشو اینجوری تشبیه میکنه تو حدیث قدسی. بابا خدای گناهکارا رو اینجوری دوست داری؟ پا آدم خوبا رو چی کار میکنی؟ یه جایی ما بناست در بارند یأس انشالله شبهای آینده صحبت کنیم، اون الان بحثش رو نمیارم اینجا. یه جمله از اون بحث رو بگم انشالله تو اون بحث من برای همه مخاطبانم ثابت خواهم کرد که ما همه در یأس مطلقیم. خداوند متعال بنده هاشو خیلی دوست داره. شما فکر میکنید که خداوند متعال حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام رو بیشتر دوست داره یا آقای فرعون رو؟ دیگه آقا باید بگیم دیگه، معلومه حضرت موسی علیه السلام رو، ولی نمیدونم فرعون رو چرا اینقدر هواشو داره. میفرماد موسی، موسی من برو با فرعون صحبت کن، نرم صحبت کنی یا نرم صحبت کن، این طغیان کرده، این الان حرف گوش نمیده. ای خدا هنوز دنبال فرعونه، اونم برگرده. ای خدایی که طرف داره فرعونی، دست ما رو هم بگیر. انسان باید محبوبی کرامت ذاتیشو درک کنه و محبوبیتشو نزد پروردگار عالم درک کنه. خدا چقدر، بازم من یاد اون روایت های افتادم که هر موقع میگم من دارم شعار میدم الکی، این حرفا رو من نباید بزنم، ولی خب میگم دیگه، یه بار دیگه شعار بدیم. خیلی بد آدم حرفی که اصلا نمیفهمه بزنه. ولی من خودم اعتراف میکنم دیگه، شما انشالله میفهمید. پیامبر گرامی اسلام بین دو نماز می ایستادن تکیه می کردن به ستون حنانه که بعدن اسمش شد حنانه. حنانه یعنی ستون ناله کننده. سخنرانی می کردن برای مردم. بعد پیامبر گرامی اسلام دیدن مردم خسته می شن، پیامبر اومدن براشون یه منبری صندلی چوبی درست کردن. گفتن آقا جون شما منبر خواستید صحبت کنید بعد از نماز، اینجا بشینی. فرمودن باش. بعد نمازشون تموم شد از کنار ستون حنانه رد شدن برن بشینن رو صندلی. ستون حنانه ناله زد، گریه کرد، همه فهمیدن داره گریه میکنه این چوب، فهمیدن اهل مکاشفه نبودن، ناله این بالا بود. گفتن یا رسول الله این صدای گریه مال این ستون بود؟ فرمود بله. گفتن چرا گریه کرد؟ فرمود برای این که من از امروز دیگه بناس بهش تکیه ندم، گریه کرد. قصه رو ادامه بدید. بعد بلافاصله رسول خود دل نداره که پیغمبر که فداش بشم الهی، اصلا طاقت نداره که یه حرف خوب و نگر داره دو دقیقه که. بلافاصله فرمود که ملائکه‌ای الان در بهشت برای تک تک شما دارن خانه می سازن، در و دیوار خانه های شما در بهشت و ملائکه‌ای که مأمور خدمتگزاری به شما هستن در بهشت الان در فراغ شما دارن گریه می کنن، ناله می زنن بالاتر از این ستون حنانه که برای من ناله زد. شما عزیزید، شما عزیزید. آدم قسی القلب شعور فهم این چیزا رو نداره. شما عزیز امام زمان الباهون الله الفدا هستید، شما رو دوست دارن حضرت.
درک محبوبیت خیلی سخت‌تر از عاشق شدنه، ولی به عاشق میچشونن، بهش میگن دوستت داریم. اصلا دوستت دارم که میدونید یک حرمتی داره تو دین، اینکه حرام هر کسی به هر کسی بگه به دلیل عظمتشه نه به دلیل زشتیشه. فرمود مؤمنی اگر از مؤمنی تعریف بکنه انگار خنجر زده بهش، ولی از اون طرف فرمودن مؤمنی رو دوست داشتی بهش ابراز کن، بگو من به شما علاقه دارم، اما بگو این اشکال نداره. و ما محبوب پروردگار عالم هستیم. شیخ مرتضی زاهد عارف بزرگوار و عظیم الشأن در تهران که خب یک شخصیت بسیار نورانی، حضرت آیت الله جاودان خدا انشاءالله سلامتی کامل به ایشون عنایت بفرماید، نوه ایشون هستن، ایشون سحرها صداش میزدن برای نماز شب، بعضی شبا میگفتن از چهار گوشه اتاق میشنیدن مرتضی، بعضی شبا میشنیدن آقا مرتضی. چون من دقت کردم چرا بعضی شبا آقا هم داره بعضی شبا آقا نداره، دقت کردم میگم اون روزهایی که مراقبت بیشتر میکنم شبش میگن آقا مرتضی. حالا محبت خدا به خودمون رو چجوری باید لمس کنیم، اینم یک بحث مفصلی داره ها، که حالا فعلا اینا نمیخوایم بگیم. میخوایم بگیم که آقا مشخصات یک محبت خوب اینه که عاشق معشوق بشه. خیلی حرف جالبی ممکنه به نظر بیاد. محبوبتن فی ارضک و سمائک، در زمین و آسمان محبوب باشم نزد تو، این عشق رو کامل میکنه، این لذت انسان رو از محبت بالا میبره. من یکی از شخصیت های فوق العاده محبوب رو برای شما مثال بزنم، حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها واقعا محبوب پیامبر بود. رسول خدا گاهی مهمانانی از مکه براش می اومدن، خانوم هایی بودن انقدر احترام میکردن، همه فکر میکردن که اینا بستگان رسول خدا هستن، میگفتن آقا ما نمیشناسیم اینا رو، از کدام بستگان شما؟ میفرمود اینها دوستان حضرت خدیجه هستن، انقدر به حضرت خدیجه احترام قائل بودن، محبوب بودن حضرت خدیجه سلام الله علیها، گریه میکردن رسما در فراغ حضرت خدیجه بعد از رحلتشون. من نمیدونم دل و دلبر به هم آمیته بینم، ندونم دل کی و دلبر کدومه، آقا چجوریه اینجا اوضاع؟ حضرت خدیجه عاشق پیامبر گرامی هستن یا معشوقه پیامبر گرامی هستن؟ چجوریه اوضاع اینجا؟ تشخیص داده نمیشه. یکی از ثروتمندترین زنان قریش که خواستگار هم زیاد داشتن، خیلی ها ناراحت بودن با ایشون، ناراحت بودن نسبت به ایشون که چرا ایشون جواب رد میده به خواستگارها. بعد تمام اموالشون رو در راه پیامبر اکرم دادن که هیچ، اصلا اینو که نمیخوام ازش صحبت کنم، در قحطی از دنیا رفتن، قحطی شیب ابی طالب، خدا ازش پذیرفت. خدیجه به عنوان یک بنده نازنین خدا، میخوای همه هستی تو در راه پیغمبر بدی؟ بله. به حدی که دیگه نداشته باشی بخوری جان بدی؟ بله. خدا جور کرد. بفرمایید عزیزم. مثل ابا عبدالله الحسین، حسین من همه هستی تو میخوای در راه من بدی؟ خدا اذن داد که قربانی بدهد حسین علیه السلام. خدا به حضرت ابراهیم اذن نداد، امر کرد اسماعیل تو قربانی کن، اومد قربانی کنه اذن نداد، فرمود بسته نمیخواد، بلند شو. بعد حضرت ابراهیم نشست گریه کرد، ولی خدا به بعضی ها اذن داد، به ابا عبدالله حسین اذن داد همه هستیشو فدا کن. به حضرت خدیجه خدا اذن داد همه داراییشو فدای پیغمبر بکنه و ازش قبول کرد، به حدی که در قحطی از دنیا رفت، در قحطی
فراهم از آمده از رسالت نبوی، یعنی اون محاصره شعب ابی طالب، نه در قحطی طبیعی پیش آمده در جامعه. از همون ناحیه ما ها یه قدم برای اسلام برمیداریم، انتظار داریم که بالاخره خدا که هست یه تحویلی بگیره ما رو. آخه ما که برای غیر خدا کار نکردیم که. میدونید اولیاء خدا چجوری هن واقعا؟ محبوبیت حضرت خدیجه سلام الله علیها نزد پیامبر گرامی اسلام فوق العاده بود. من از محبوبیت حضرت خدیجه سلام الله علیها بگم یا از محبت حضرت خدیجه سلام الله علیها؟ داستان محبت در دین اینه، فقط از شما انتظار نداره عاشق شو. عاشق شو ور نه روزی کار جهان سرایت، ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی. اتفاقا ببینید ما در ادبیات عرفانی خودمون و در قصائدی که نصایح و حکمت‌هایی هستن به ما رسیده، این بخش رو خیلی کم داریم. این بخش خیلی بهش پرداخته نشده. خب عاشقانه تر این است که آدم از عشق خودش حرف بزنه، ولی از اون طرف هم هست، آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو دعای عرفه قوقا میکنه. دائما ابتدا از محبت خدا به خودش حرف میزنه. عجیب، دعا منحصر به فرده. هر کی میخواد این بخش از خونش تقویت بشه، در روحش جلا پیدا کنه، دعای عرفه رو بخونه. حالا تو ماه رمضان یه نیمه شبی هم دعای عرفه بخونید، هیچ اشکالی نداره. یعنی دعا خوندن، مناجات کردن، اینها در واقع ذکر هستن، ذکر مداوا میکنن، شفا میدن و ذکر و هوش شفا. بعضی وقتا ممکنه ما دوای دردمون دعای عرفه باشه. یه بخش های 5-6 صفحه اول دعای عرفه رو بردار بخون. اینقدر از خدا تشکر میکنه به خاطر محبت های خدا. خدای تو منو اینقدر دوست داری، شما خدا اینقدر به من عنایت داری، اینقدر به من لطف داری. عرفه هم نباشه دعای عرفه رو میخونید، یه خودتو آدم حساب میکنی، یه کمی لبریز میشی، سیراب میشی، گرسنگیت برطرف میشه. و خدا به کسی بگه من تو رو دوست دارم، خدا طاقتش نیست من بعضی از روایت ها رو بخونم. بگذارید بریم شبهای بعد بخونیم یکمی. من کسی طاقت میاره؟ مراجعات شعبانیه هست، اجعلنی ممن نادیته فاجابک. خدایا منو جزو اونایی قرار بده که تو صدا میزنی من جواب میدم. بله خدای من. اول دعا واسمع دعایی اذا دعوتک، خدای صدات میزنم جوابمو بده. اواخر دعا خدا حالا تو منو صدا بزن من بگم بله. آ تو صدا بزنی یه چیز دیگه است. تو صدا بزنی یه چیز دیگه است. میدونید صدا زدن خدایی که با محبت صدا بزنه، اصلا با یکی حرف بزنه چقدر آدم میمیره براش. آیه قرآن براتون بخونم. بدترین آدمها رو خداوند متعال روز قیامت میفرمه. میدونید کیان؟ میدونید من باشون چی کار میکنم؟ چند شب پیش یه دونه آیه قرآن خوندیم که عذاب قلبی بود. یه دونه دیگه از این نمونه ها براتون بگم. میفرماد بعضی ها اینقدر بدن، لا اله الا الله، که خدا روز قیامت بهشون نگاه نمی کنه، باشون حرف نمی زنه. همین بسه براش. می میرن و زنده می شن. خدای یک کلمه با ما حرف بزن فقط، ما تو حرف نمی زن. حالا روز قیامت خدا به یکی بگه من دوستت دارم. چی دیگه چی کار می کنه؟ بگید ما نرفتیم عاشق بشیم، میخوایم معشوق بشیم، میخوایم محبوب بشیم. این شهدا رو میبینی همه رو یکی یه چشمه معمولا براشون میان،
یه غمزه براشون اومدن اینجوری دلشونو بردن. خیلی هاشون تو خاطراتشون دارن یه جایی بهشون گفتن آقا ما تو رو دوست داریم. نه اون شد ازش چیزی نمیمونه. بنده خدا دیگه چیزی ازش نمیمونه، از دست رفت. آماده اید یه روزه بخونیم تقدیم کنیم به حضرت خدیجه سلام الله علیها، بعد به محضر حضرت خدیجه هم خواهیم رسید. من میخوام یه روزه از کنار نهر علقمه بخونم تقدیم بکنم به حضرت خدیجه سلام الله علیها ثوابشون. فرمودن که روزه خیلی ثواب داره دیگه. یا ابوالفضل العباس، شما این مقام بالا رو از کجا به دست آوردی؟ اگر حضرت بخوان جواب بدن چی به ما خواهند فرمود؟ به ما خواهند فرمود کسی که حسین علیه السلام بهش بفرماید به نفسی انت یا اخی فدات بشم برادرم، این دیگه چیزی ازش باقی میمونه؟ این دیگه دستاشو قطع کنن میفهمه؟ این دیگه اصلا متوجه چیزی میشه تو این عالم؟ حسین علیه السلام بهش بفرماید فدات بشم. چقدر پاک بوده ابوالفضل العباس، همه عالم اومدن فدای امام حسین بشن، امام زمانش فداش میشه. محبوبیت چیزی از انسان باقی نمیگذره. یقینا حضرت خدیجه سلام الله علیها این عظمت رو، بخشش رو مدیون محبت پیغمبر اکرم هستن، لطف پیغمبر اکرم به حضرت خدیجه سلام الله علیها، اون محبت بی نظیر، شخصیت اول عالم خلقت، به حضرت خدیجه اینقدر عشق ببرزه. خب معلوم این بانوی بزرگوار جز به برترین زنان عالم خواهد شد. چقدر خوشبختن اون کسانی که اسم دخترشون رو حضرت خدیجه بگذارن، از اسم حضرت خدیجه استفاده کنن، خدیجه بگذارن. یعنی تا صدا میزنی دخترتو تو خونه، رسول خدا برگرده به شما نگاه بکنه. گرامی داشتی پیغمبر رو، با گرامی داشتن برترین همسر پیامبر اکرم. حضرت خدیجه از دنیا رفت، رسول خدا رو در داغ خودش قرار داد و باقی گذاشت. یه دختر 3-4 ساله داره به نام فاطمه زهرا. حالا این دختر کوچولو باور بکنه که مادر رفته دیگه بر نمیگرده، این خودش دشواری هایی داره. نوشته هی دور رسول خدا میگشت، صدا میزد بابا عین امی، مادرم کجاست؟ و رسول خدا نمیتونست جواب بده. چی بفرمد؟ عین امی، بابا عین امی، مادرم کجاست؟ جبرئیل امین نازل شد، یا رسول الله بگو به دخترت مادرش کجاست، بگو در جنت و رضوان الهی قرار داره. انگار اهل آسمان ها طاقت نمی آوردن فاطمه زهرا عین امی عین امی بگه. بعد پیامبر اکرم شروع کردن توضیح دادن، دخترم عزیز دلم، مادرت الان در جنت و رضوان الهی قرار داره. اینقدر توضیح دادن تا حضرت فاطمه زهرا راضی شدن، صدا زدن بابا راضی شدم، مادرم رو نمیبینم اما جاش خوبه، راضی شدم. میدونید چرا در تاریخ ننوشتن دختر 3 ساله فاطمه زهرا هی بیاد دور باباش علی بگرده بگه عین امی؟ شاید هم گفته باشن ها، ولی هم چیزی رو نقل نکردن. بگم یه ناله بزنیم واقعا این شبهای ماه رمضانمون رو نورانی کنیم با ذکر مصائب اهل بیت. زینب نمیپرسه عین امی، گفت من ایستاده بودم دیدم که مادرم را.
دشمن گهی به خانه، گاهی به کوچه میزد. چی رو سوال کنه؟ تمام مراحل بیماری مادر، دست به دیوار میگرفت، راه میرفت، اینها رو دیده. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.